و سباستیان. وقتی لینا بیمار شد، سباستیان و بیل برای پیدا کردن دکتر کارلوس که به ماهیگیری رفته بود به کوه رفتند. گروهبان گارسیا گفته بود اگر قبل از غروب آفتاب برنگردن، تمام افراد پلیس رو برای دستگیری اونا جمع میکنه. چیزی به غروب آفتاب نمونده بود که بیل و سباستیان دکتر کارلوس رو در بالای آبشار پیدا کردن. اگر میخواستن از کوه پایین بیان تا صبح طول میکشید. در حالی که دکتر کارلوس نمیدونست چی کار بکنه، سباستیان فکر خوبی به خاطرش رسید. خداحافظی با لنا. فهمیدم، نگاه کنین دکتر کارلوس. بیا بریم بیل. این بچه چی کار میخواد بکنه؟ بهتره برم یه خود دیگه تناب پیدا بکنیم. زود باش. خیال داری با این تناب ها چی کار کنیم؟ خب دکتر، شما باید اول از این آبشار بریم پایین. این آبشار؟ نگو اگه بیفتم چیزی ازم نمیمونه. ببینم، خیال داری با من چیکار کنی؟ شما باید پرنده بشین دکتر کارلوس. چی؟ نکنی بخوای منو آویزون کنی؟ ولی نگران نباشی، چون که بیل با ماست. وقتی اون باشه خیالم راحته. چشمم سیاهی میره. زود باشین دکتر کارلوس، عجله کنی. باشه. من خیلی رو حساب میکنم. خیلی خوب، شروع میکنیم بیل. طلابو یه خورده شل کن. بذار زودتر برم پایین، کمکم کن. وای وای وای، کمکم کن برم پایین. وای کمکم کن. ادامه میدین دکتر، مواظب باشین. وای خیلی خوب. وای وای وای، یالا زود باشین دیگه، زود باش دیگه. آخی حالتون خوبه آقای دکتر؟ خیلی خوب. بیل پوسی، حالا باید خودمون بریم پایین. آهسته. این دفعه دیگه خیال داری چیکار کنی ها؟ یا
دیر کردن. یعنی چی کار دارن میکنن؟ حتما فرار کردن. نه قربان، هرگز. تو از کجا میدونی سازوخه؟ خب دیگه، از اینکه اونا خانم لنا رو تنها نمیذارن و فرار کنه. آخه داره غروب میشه. اگه زیر قولشون بزنن بد جوری تلافی میکنم. دخترم تا چند دقیقه دیگه سباستیان و بل دکتر کارلوس رو میارن. ناراحت نباش عزیزم، ناراحت نباش. موفق شدم، تموم شد. خیلی خوب، بهتر اینه بندازیم توی رودخونه. کمک کن بیل. دیگه چیزی نمونده. خیلی خوب، بیاین دکتر، بیاین سوار شین. آخه من خیلی سنگینم. اشکالی نداره دکتر. وای سباستیان و بیل اومدن. لینا ببینم چرا برای لنا اینقدر دل با پسی پسرم؟ چون که اون دوست منه آقای دکتر. از لنا چیه دکتر کارلوس؟ ممکنه به من بگی؟ نگران نباش، به امید خدا من معالجش میکنم. امیدوارم. تند برو، تند برو. مواظب باش. وای دارم میافتم. وای دارم غرق میشم، کمکم کن. دارم غرق میشم، کمکم کن. کمک کن کمکم کن. وای کمکم کن، دارم غرق میشم. وای کمک کن، کمک تنها نذارم. کمکم کن وای دارم غرق میشم. کمکم کن منو تنها نذار، برو کمکم کن. کمکم کن دوستان. متشکرم. من دیگه تحملشو ندارم. بیبریم سرجوخه، تمام افراد پلیس باید بیان کوه بگردن. بله قربان، اطاعت. اونا دارن میان. هی ما اینجایی. میبخشی که دیر کردی. حالم خیلی بده، مطمئن نیستم بتونم سالم برسم برای معالجه لنا. زیر قولت زدی، من بازداشتت میکنم. چی؟ بازداشت؟ نه شما رو نه دکتر کارلوس، منظورم این پسره و سگشه. سوار ماشینشین دکتر کارلوس، ما خیلی دیر کردیم، اونا منتظرم. سب کنید ببینم، ماشین من اونجاست، کیف تبابتم هم توشه، باید اول برم اونا رو بیارم. پس بهتره بریم بیاریم. زود باش، سوار این ماشین بشو. تو هم همین طور بل. نه این
اینم دکتر کارلوس آقای آلبرت، خیلی گشتیم تا بالاخره گیرش آوردیم. خیلی متشکرم، به موقع رسیدیم. خیلی وقتی که منتظرتون هستیم. لطفاً به لینا کمک کنید دکتر. سباستیان و بل، خدا رو شکر که دکتر کارلوس به موقع رسیدن اینجا. اینطور نیست گروهبان؟ خدا کنه حال لینا زودتر خوب بشه، اون دختر خوبیه. آره آره. دکتر کالوس، حال دخترم خوب میشه؟ ظاهراً دختر اگه از یه چیزی ترسیده. اوه، برام بگین که چه اتفاقاتی افتاده آقای آلبرت. خدا کنه حال لینا زودتر خوب بشه. حالا با سباستیان رو باید چه کار کنیم قربان؟ به نظر من اونا خیلی مهربون و خوب هستن. من تحت تاثیر احساسات شخصی قرار نمیگیرم سرجوخه، وظایف خودم رو فراموش نمی کنم. پس بازداشتشون کنیم. سباستیان بلند شو، خانم لینا باهات کار داره. چی؟ لینا با من کار داره؟ اون میخواد تو رو ببینه. یعنی حالش خوب شده؟ بهتره خودت بری پیشش. بیا بریم. به خوب شده؟ آره کاملا خوبه. خیلی خوبه، خدا رو شکر، خدا رو شکر. البته تو بل بودین که کمک کردی، خیلی ازتون ممنونم. منم میخوام ازتون تشکر کنم سباستیان. خجالتم ندی، من که کاری نکردم. راستی بلم خیلی کمک کرد، متشکرم بل. تبریک میگم خانم لینا. خیلی متشکرم. حالا که حالتون خوب شده میتونم سباستیان و بلو بازداشت بکنم، درسته؟ گروهبان گارسیا، ما قول دادیم ببریمش. خیلی خوب، بیا بریم سباستیان. چرا باید پسری به این خوبی رو دستگیر کنیم گروهبان گارسیا؟ شما خیلی سنگ دل هستی. به عنوان یه پلیس نمیتونم تبهکارا رو آزاد بذارم که برم. خیلی خوب، آروم همراه من بیا. بهتره مقاومت نکنی. لینا دره حالا لینا
دخترم چی شد؟ چی شد؟ مثل این که به هم فشار اومده، حالم داره بد میشه. لینا زود باشین دکتر کارلاسو خبر کنین، زود باشین. لینا همش تقصیر شماست بیرحما. لینا تو حالت خوبه؟ یه چیزی بگو عزیزم، یه لینا. چیزی بگو. من حالم خیلی خوبه پدر. لینا تو هم باور کردی سباستیان رولمو خوب بازی کردم نه؟ پس همه ساختگی بود دخترم، حالت بد نشده بود؟ به خاطر سباستیان و بل خودم رو به مریضی زدم، حالم خوبه پدر. من فکر کردم حالا دوباره بد شده. ببینم باز حال لنا بد شده. ببینم موضوع چیه. معذرت میخوام دکتر کارلوس، ساختگی بود. ساختگی؟ برای چی؟ البته دلیل داشته. دلیل؟ حال خانم لنا چطور آقای دکتر کارلوس؟ خوب نیست، حالش خیلی خرابه. جدی میگید آقای دکتر؟ نمیدونم چقدر طول میکشه تا حالش خوب بشه. یعنی شما هم نمیتونی خوبش کنی؟ منظورت از این حرف چیه؟ من خوبش کردم. خوب کردی؟ نه، یعنی اون دفعه خوبش کردم، ولی این دفعه دیگه نمیتونم کاری براش انجام بدم، میفهمی؟ یعنی نمیتونید معالجش کنید؟ ناراحتیش احساسیه، مربوط به قلبشه. عجب گرفتاریه، گروپان گارسیا هنوز اینجاست. تا کی میتونیم گولش بزنیم؟ نمیتونم. حالا که اینطور شد، من از پدرم میخوام نظر گروپان گارسیا سباستیان و بلو دستگیر بکنه. احتمالاً آقای آلبرتم نمیتونه منصرفش بکنه. به محض اینکه بفهمن حال خانم لنا خوبه بازداشتتون میکنن. بهتره قبل از هر چیزی یه فکری بکنی. پس برای همیشه خودمو میزنم به مریضی. اون وقت شما باید برای همیشه تو رخت خواب بخوابی. اشکالی نداره، باید به سباستیان کمک کنی. یعنی راه بهتری وجود نداره؟ از همه ممنونم. شروع میکنیم، کارمونو شروع میکنیم. شروع میکنی؟ بله. شما داریم میری؟ نه 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 نه، من نمیخوام بری. لنا تو باید بدونی که من باید مادرم رو پیدا کنم. من نمیتونم تو ابد اینجا بمونم. میتونم لنا؟ ولی ما تازه دوست شدیم، خدا رو خوش نمیاد که بذاری بری. ما بازم همدیگر رو میبینی. واقعا؟ آره. به هم قول میدی سباستیان؟ حالا بهتره خوشحال باشی لنا. باشه. ببینم پسرم، تو چطوری میخوایی از چنگ گروهبان و مارتین فرار بکنی؟ بذارینش به عهده من، خودم ترتیبشو میدم. پدر جون من یه فکر خوب دارم بچه ها، میرم سرشونو گرم میکنم و شما میتونین یواشکی از اینجا دور بشین. نه خشمه، چقدر باید اینجا منتظر بمونم؟ شما هنوزم منتظر هستین آقایون؟ البته جناب آلبرت، تا تبهکارا رو نگیریم از اینجا نمیریم. خب چرا نمیشین؟ خیلی ممنون. بتاعت. شما واقعا بهترین پلیس اسپانیا هستی. خیلی متشکرم، این نهایت لطف شماست آقای. حالا موقعشه که بریم. بهتره سر صدا نکنی. از طرفی هر کاری میتونستم در حق لنا کردم آقای، ولی آنچه که بهش احتیاج داشته دوست بوده، محیطی که بتونه آزاد بازی بکنه بگرده. واقعا در این مورد خجل هستم، همش به فکر کار و تجارت بودم و توجهی به لنا نداشتم. بدون مادر و برادر تنها بوده و همش تو تنهایی فکر کرده به مریض شده. بله. بیاین از این طرف.
متشکرم بیل، اگه صدامون در بیاد خیلی بد میشه. بیل سگ خیلی باهوشیه. این صدا چی بود؟ شاید چیزی شکست. بجم سرجوخه. بله قربان. حتما ماریا سر ظرفا رو میشوره گروهبان. ماریا اون خیلی بیتوجهه، حتما بازم ظرفی چیزی انداخته شکسته. ماریا همیشه از این کارا میکنه، خیلی بی احتیاطه، اون ظرفا رو میشکنه به هم میزنه، خلاصه از این چیزا. شاید اینطور باشه. آره حق با شماست، حتما ماریا بوده. خب تا اینجاش که خیلی شانس آوردی. خب حالا دیگه اشکالی دارم. از همه چیز ممنونم لینا. مواظب باش پسرم. بازم اینجا بیاری؟ باشه حتما میام. خب دیگه وقت خداحافظیه. خب دیگه خداحافظ. بیا بریم بیل، بیا بریم. خداحافظ. خداحافظ سباستیان. هنوزم خیال دارین که سباستیان و بلو دستگیر کنین گروهبان گارسیا؟ خب البته، پسره و اون سگ همه جا تحت تعقیب هستن. وظیفه من حفظ نزد و آرامش این دهه آقای آلبرت. گروهبان گارسیا، من گمان میکنم که بلو سباستیان هنوزم این اطراف باشن و جای دوری نرفته باشن آقای آلبرت. اما اگر رفته باشن اون وقت مجبور نیستم بگیرمشون و فقط به یک گزارش اکتفا میکنم. اوه گروهبان شما خیلی خوبین. بله میدونستم آقای آلبرت. خب چطور بریم سراغ گزارشمون؟ باید یه چیز خوبی فکر کنم و بنویسم سرجوخه. بله قربان. سباستیان و بیل سفرشون رو ادامه دادن. مقصدشون جنوبه، سیرا نوادا، جایی که مادر سباستیان زندگی میکنه. موسیقی